سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به افشاگری جنجالی نعیمه نظام دوست از اخراج داریوش فرزیایی یا همون عمو پورنگ از صدا و سیما میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. عمو پورنگ مجری کودک تلویزیون ایرانه و برنامه های زیادی رو برای تلویزیون ساخته. او آخرین برنامهش رو با عنوان کلبه عمو پورنگ ساخت و از این برنامه استقبال زیادی شد. عمو پورنگ در این برنامه با نعیمه نظام دوست همکاری داشت که این همکاری صمیمانه منجر به انتشار خبر ازدواج این دو نفر هم شد. حواشی زندگی این دو نفر در همینجا تموم نشد و در اینستاگرام نعیمه نظام دوست پستی منتشر شد که حاکی از این بود: داریوش فرزیایی یا عمو پورنگ از صدا و سیما و تلویزیون ملی ایران اخراج شد. خبر شوکه کننده ای که توسط صدا و سیما اعلام شده و باعث تعجب و ناراحتی اعصاب رسانه و مخصوصا بخش کودک و نوجوان شده. در پی این خبر، داریوش فرزیایی که به عمو پورنگ معروفه از برنامه‌های تلویزیون صدا و سیما کنار گذاشته شده. این مجری توانمند که چند سالی میشه در بخش کودک و نوجوان به تولید برنامه‌های شاد و مفرح برای کودکان می‌پردازه. در این خبر شوکه کننده از برنامه‌های صدا و سیما گویا کنار گذاشته شده. نعیمه نظام دوست با انتشار پستی در اینستاگرام خودش از عمو پورنگ حمایت کرده. داریوش فرزیایی خودش هنوز هیچ واکنشی نشون نداده و ممکنه که این خبر صحت نداشته باشه، اما با توجه به افشاگری نعیمه نظام دوست به طور صریح در اینستاگرام خودش میشه حد زد که این اقدام صورت گرفته و قطعی شده. داریوش فرزیایی متولد 1 مرداد 1352 در جوادیه تهران مجری و برنامه سازه. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیکه و که با مجریگری برنامه کودک با نام هنری عمو پورنگ به شهرت رسید و حالا برنامه سازی هم میکنه. او فرزند آخر خانواده است. مادرش ایلانی و پدرش از خلخال و آذریه. تسلط اون به زبانهای گیلکی و ترکی آذربایجانیه و استفاده اون از این دو زبان در برنامه هاش به همین دلیله. او در 29 خرداد 1393 پدرش رو از دست داد. تحصیلات خودش رو در رشته گرافیک ادامه داد و با مدرک کارشناسی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. از سال 1373 وارد صدا و سیما شد و فعالیت خودش رو با گزارشگری رادیو آغاز کرد. بعد از اون در برنامه عصر جمعه با رادیو در تیپ‌های مختلفی ظاهر شد که شاخص‌ترین اونها گلپسر و ننه بلقیس بود. در سال 1376 با برنامه ما و شما که به انیمیشن های درخواستی بچه ها اختصاص داشت وارد دنیای تصویر و تلویزیون شد. سال 1378 با مجموعه تورنگ و پورنگ بین بچه ها چهره شد و بعد از اون در سال 1380 با اجرای برنامه کودک و نوجوان و نام هنری عمو پورنگ بین مخاطبان کودک و بزرگسال محبوبیت یافت. از دیگر کارهای فرزیایی میشه به شبکه بی‌طرف، یکی و تکی، باز باران با تراوت و غیره اشاره کرد. وی به همراه امیر محمد در برنامه‌ای که صدا و سیما با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی تدارک دیده بود، همیار پلیس به عنوان مجری و بازیگر ایفای نقش کردند. این دو باز هم در برنامه‌های دیگه چون بوستان دوستان پورنگ و 1616 و کتابخانه عمو پورنگ همکاری خودشون رو ادامه دادن. در این چند برنامه اخیر اون با افرادی چون امیر محمد متقیان، محمد رضا خوارزمی، امیر سهیلی و ابراهیم شفیعی همکار بوده. در زمستان 1392 داریوش فرزیایی کلیدی رو به نام کلید دروغ در برنامه خودش نشون داد که رسانه‌ها و سایت‌های اصلاح طلب با توجه به شباهت اون به کلید نشان داده شده در برنامه‌های تبلیغاتی رئیس جمهور عملاً اون رو توهین به حسن روحانی دونستن. استفاده از رپورتاج آگهی در برنامه تلویزیونی برای کودکان و عکس اون با پدرش در بستر مرگ هم باعث انتقاداتی از اون شد. داریوش فرزیایی گفته: زمانی که مرحوم منوچهر نوذری از من تست گرفت به من گفت نمیتونی در کارت موفق بشی و منو از اتاق خودش بیرون کرد، اما من همون زمان برگشتم و گفتم که حرفی برای گفتن در کار خودم دارم و گذشت تا اینکه 10 سال بعد منو برای برنامه صندلی داغ دعوت کرد. من آخرین مهمان اون در این برنامه بودم که اونجا گفت
کار منو دوست داره. داروش فرزیایی در 21 سالگی قبل از شهرت 3 بار به خواستگاری رفته، اما به خاطر اختلاف مرتبه اجتماعی هر 3 بار جواب نشن. در برنامه 3 ستاره با اجرای احسان علیخانی بود که عمو پورنگ با آرای مردمی به عنوان 3 ومین مجری برتر سال در کنار عادل فردوسی پور و رامبد جوان انتخاب شد. عمو پورنگ در سال 96 از طریق دکتری ایرانی با شاهرخ خان دیدار کرد که خودش میگه این بازیگر هندی به شدت افتاده و آدم خیر و بزرگی بود. داریوش فرزیایی در زمان حضور خودش در هند با یک خانم دکتر مامایی هندیایی آشنا و حتی تمایل به ازدواج با اون هم داشت، اما به خاطر شرط خانم دکتر هندی برای زندگی در هند این وصلت به سرانجام نرسید. مدتی هم عکس داریوش فرزیایی و ملیکا شریفی‌نیا به عنوان همسرش در فضای مجازی منتشر شد که مربوط به شروع همکاری این دو در مجموعه گل و بلبل بود. اما گویا با توجه به صحبت‌های اخیر مدیر شبکه 2 تلویزیون در مورد برنامه اخیر عمو پورنگ که باعث حواشی زیادی شده بود، میشه حد زد که محتوای این برنامه مناسب تلویزیون نبوده که با انتقاد تند عمو پورنگ همراه بوده و گویا این انتقاد باعث کنار گذاشته شدن این هنرمند با سابقه در زمینه کودک شده. نعیم نظام دوست بازیگر دوست داشتنی سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانه که اخیراً شایعه‌های فراوانی در فضای مجازی در مورد زندگی خصوصی اون انتشار یافته. نعیم نظام دوست که هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌بره، با گذاشتن لایوی در صفحه شخصی خودش نسبت به شایعه ازدواجش واکنش نشون داد. نظام دوست و داریوش فرزیایی در کارهایی مثل محله گل و بلبل، بچه محل، کلبه عمو پورنگ با همدیگه همکاری داشتن که گویا این همکاری‌های متداول اونها شایعه ازدواجشون رو به دنبال داشته. اخیراً شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر ازدواج نعیم نظام دوست و داریوش فرزیایی یا عمو پورنگ به گوش میرسه. تمامی این شایعه زمانی منتشر شد که تصویر تولد لاکچری خانم بازیگر منتشر شد و ظاهراً تصویر به گونه‌ای بود که بسیاری اون رو به مراسم ازدواج ربط دادن و شایعه سازی کردند و در عرض مدت کوتاهی فضای مجازی پر شد از عناوین مختلفی که به این شایعات دامن می‌زد، تا اینکه بالاخره واکنش به این شایعات منتشر و حقیقت ماجرا روشن شد. نعیم نظام دوست متولد 23 آبان 1353 در تهرانه. خانم نظام دوست دارای دیپلم علوم تجربیه. اون از سال 1370 کار بازیگری رو در گروه‌های آزاد تئاتر آغاز کرد. سپس در مجموعه نوروز 72 بازی کرد. نظام دوست به طور حرفه‌ای با ساعت خوش و در سال 73 وارد عرصه بازیگری شد. در دوران نوجوانی بیشتر عصبانی بود تا خوشحال. یعنی دوران بلوغ عصبانی داشت، چون شرایط و فضای زمونه اون رو عصبی می‌کرد. با اینکه بدآموزی داره اما مدرسه رو زیاد دوست نداشت. خودش گفته نمیتونم دروغ بگم. دوست دارم آدم‌ها با واقعیت ما آشنا بشن. وی در 14 آذر 1400 خبر ازدواجش رو با داریوش فرزیایی تکذیب کرد و گفت عمو پورنگ مثل پسرمه و ما ازدواج نکردیم. نعیم نظام دوست بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها برای یک پروژه تصویری در ترکیه به سر میبره، در اینستاگرام خودش شایعه ازدواجش با داریوش فرزیایی معروف به عمو پورنگ رو تکذیب کرد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.